دوستان، بخش سوم برنامه من در مورد آقای نیما راشدانه که قبلا در وصف خمینی امام امام میکرد و الان به آقای رضا دیبا میگه که شما امید 85 میلیون هستید. بابا حداقل 10 میلیون این مردم که هوادار همین حکومت هن و هوادار شدید خامنه ای هن، یه چند میلیونی هم ما خونسا داریم، یه تعداد گسترده ای هم ما ضد پادشاهی داریم، چپ و فلان و اینا هستن، چه جوری تا 85 میلیون در آوردی؟ حداقل من نمیدونم این مجیزگویی ها دیگه چیزایی هستش که اینا یا از اون ور بود، یعنی میگم گجن تو قبلا هم بچه حزب اللهی بوده دیگه، امام امام میکرده. من این مجیزگویی مشکل دارم. آخه من دم از ایران میزنم، طرف میاد 10 تا کامنت میذاره لبیک یا خامنه ای. مشکل شعاره. حالا من مثلا این لبیک یا خامنه ای رو با اون کسی که مثلا من یک جمله میگم 10 بار مینویسه جاوید چاک، که خودم هم قبلا از این کارا میکردم، ولی همیشه تلاش میکردم یک دید دیگه هم داشته باشم. ولی فرهنگ شعاره دیگه، فرهنگ منطق نیست، اینجا دیگه فرهنگ استدلال نیست. حالا اون موقع که حزب اللهی باشه امام امام میکنه، امام خمینی ره فلان و قدس و شریف، و الان هم میگه آی شاهزاده رضا پهلوی امید 85 میلیون. دیگه چیزی ندارن، اینا تعادلی ندارن. مشکل ما میگم مشکل فرهنگیست واقعا. ایشون در برنامه‌ای که در عربستان اینترنشنال رفته صحبت‌هایی رو کردن که این صحبت‌ها خیلی برای من جالب بود، که لازم دونستم که با همدیگه تحلیلش بکنیم و با همدیگه بدونیم که بابا اینا تو چه افکاری هستن و چگونه خودشونو وابسته عربستان سعودی میدن. اولا که آقای نیما راشدان خیلی جالبه، اون گلی که کنارش میبینید زده روی سینه‌اش، اون گل قرمز، این گل قرمز برای سالگرد جان باختگان جنگ جهانی اوله، که عموما مثلا اینو انگلیس اومده مطرح کرده، حتی تو کانادا هم که ما بودیم این گلا رو توی مغازه‌ها گذاشته بودن برای جان باختگان انگلیس عموما. و این نشون میده که آقای نیما راشدان اینا چگونه تواب تمدنی هستن. و الان که ما در ایام 25 تا 28 سالگرد قادسیه هستیم که مسلمانان حقیقی آمدن و ملت ما رو قتل عام کردن به دستور قرآنشون تیکه پاره کردن، اینا که براشون مهم نیست، اینا سکولارن، اینا اصلا اینا عشق غرب دارن. یا حتی جنگ ایران و عراق که ما در 8 سال دفاع سپند و ورجاوند در برابر ارتش متجاوز صدام حسین که خودشو ادامه دهنده سردارانشون توی قادسیه میدونه، و میگه آقا من سردار قادسیه‌ام، بزنید پدر ایرانی‌ها رو در بیارید، گفت بزنید پدر ایرانی‌ها رو در بیارید. حالا من نمیدونم چرا خمینی و بعضیا در جنگ ایران و عراق تو پاچه ملت ما میکردن اسلام تو خطره. اسلام کجاش تو خطر بود؟ اونا مسلمون بودن دیگه. گفت ایران، گفت من سردار قادسیه ام، بزنید پدر ایران رو در بیاریم. آقای خمینی میگفت اسلام تو خطره. اینا از نکاتی است که آدم نمیدونه چی بگه، فقط باید اعصابش خورد چه بغلش رد شه. میکنن تو پاچه ملت ایران دیگه، حالا هر دو طرف، چه خمینی باشه چه این طرف باشن، میکنن تو پاچه ملت ایران. و ایشون حداقل مثلا تو بیا در سالگرد، انا سالگرد جنگ ایران و عراق که بود، اینا اصلا هیچ کدوم غیرتی ندارن. آقا جنگ ایران و عراق که بالاخره صدام دشمنیش با ایران بود، من به هر دو سو میگم، دشمنیش با جمهوری اسلامی صرفا نبود، که قبل از جمهوری اسلامی هم صدام به خاک ما چش داشت و ارتش شاهنشاهی ایران در برابرش ایستاده بود. و اون موقع چون آمریکا هم پشت محمد رضا شاه ما بود، صدام زیاد جرئت نمیکرد که هارت و پورت کنه. اینا هم یه حقایقی است دیگه، شما وابستگی محمد رضا شاه رو به آمریکا رو که نمیتونی منکر بشی. من باز یک پرانتز باز کنم، برخی زمانه برخی از دوستان میگن آقا تو طرف کی هستی؟ عزیزم من دارم تحلیل سیاسی میکنم، فقط طرف منافع ملی ایرانم، به خاطر دل خودم یا دل شما، چون دل من با شاه، نه به خاطر دل خودم میتونم بگم محمد رضا شاه وابسته آمریکا نبود، نه بابت دل شماها میتونم بگم که آقا قربون اسلامتون بشم. من یک تحلیلگریم که یاد گرفتم بعد از زندان، بالاخره این چند بار زندان و این کشورهایی که دارم سفر میکنم و این ارتباطاتی که دارم، باید یک پختگی برای آدم به وجود بیاره دیگه. فقط و فقط منافع ملی، هر چیز رو در قیاس منافع ملی تحلیل میکنم. در تحلیلام هم نمیتونم به خاطر دل خودم یا دل شما دروغ بگم، هر چی که هست این همونو دارم میگم. و به هر حال آقای نیما راشدان نمیاد برای جنگ ایران و عراق مثلا یک پستی بذاره بگه آقا جان روان این مثلا سربازان ایران مثلا شاد، یا زمانی که قواسهای ما رو آوردن و آدم عشق تو چشاش جمع میشد که دستاشون رو از پشت بستن، انگار نه انگار اینایی که تو این اپوزیسیونن.
اپوزیسیون سکولار دموکراتی منظورم همچون آقای نیما راشدان. انگار نه انگار که آقای نیما راشدان نه بابا اون امام گفتنه، نه به این سکوت در مورد سربازانی که دستاشون رو از پشت بستن. من حالا دارم مثال میزنم، کلیت اینا این گونن. اما در مورد جان باختگان انگلیس در جنگ جهانی اول آقایون گل میذارن رو سینه‌شون. ای توف تو شرفتون، ای توف تو شرفتون، شماها با این میهن پرستی میخواید جای این حکومت رو بگیری؟ آقا ما درگیرمون با جمهوری اسلامی اینه که تو ایران رو فدای اسلام میکنی، حکومت رو از دست اینا آقای راشدان بگیریم، دست شما بدین ایران رو فدای غربتون بکنید، فدای انگلیستون بکنید. خب حالا ایشون ببینید در صحبتی که هست سوال میشه که آقا جان این رضا پهلوی راهکارش چیست؟ آیا کار تخصصی کرده؟ دارای چه حمایتی است؟ و ایشون با وقاحت میگه آقا رضا جون ما مورد حمایت کشورهای عربی است و اگه کشورهای عربی بخوان، یعنی کشورهای عربی شرط گذاشتن شما جمهوری اسلامی رو برانداز کنید، ما میایم بازسازی میکنیم کشورتون رو. حالا اینو گوش کنیم، من پاسخ دارم اینجا. و اینها گفته میشود چیزی بذارین از صداش ببینم تا آخر بالا است. اوکی. 1 تریلیون دلار پول دارن. این رو انکار نمیشه که در همین انگلستان شما میخواین نام ببریم. حالا اگر متاسفانه صدا خیلی کمه، من بیشتر نمیتونم بکنم، پوزش میخوام. بخش بگذاریم به پرسش بدیم. من با احتمال بسیار نزدیک به یقین میگم شرطی که کارآفرینان عمده ایرانی خصوصا صاحبان سرمایه و کشورهای همسایه ایران که توان پرداخت بازسازی ایران از این وضعیت رو دارند برای اینکه وارد این بازی بشند عبور از جمهوری اسلامی ایرانه و بسیاریشون غیر قابل مقایسه با هیچ شخصیت سیاسی دیگری روی شاهزاده رضا پهلوی اجماع دارند. خیلی راحت میگویند اگر میخواهید ما بیایم ایران رو بسازیم. آقای رضا پهلوی من میکروفون خودم رو قطع کنم، امیدوارم صداشون خوب اومده باشه. حالا دوستان اینستاگرام اگر بد شنیدن، ایشون میگه که شرط کشورهای عربی اینه که اگه بیان ایران رو بازسازی کنن اینه که جمهوری اسلامی سقوط کنه و نظرشون هم رو آقای رضا پهلوی. خب اولا یه کلاه آقای رضا پهلوی بذاره بالاتر که کشورهای عربی رو شما نظر دارن، یعنی چقدر وطن فروشی که کشورهایی که دشمنی وجودی ما دارن رو شما چیز داره. وقتی ایشون میگه کشور منطقه منظور عربستان دیگه، رئیسشون دیگه، چون کشورهای گوگولی مگولی حوزه شاخاب پارس مثلا بحرین و مثل امارات و اینا که اینا همین به ذره یه ذره همین نوچه عربستان سعودی هن، اونا که کشور نیستن، کشورکن. و خب اولا کلاتو بذار آقای رضا پهلوی بالا، دوم هم که آقای نیما راشدان میگه اونا شرط گذاشتن شما جمهوری اسلامی رو باعث سرنگونیش بشین ما میایم ایران رو بازسازی میکنیم. اونا غلط کردن که شرط گذاشتن، اونا اگه خیلی توانمندن کشورهای خودشونو بازسازی کنن. هنوز که هنوز عربستان سعودی و این کشورها نتونستن یک لوله کشی آب درست حسابی داشته باشن، مشکل آب دارن، هزاران مشکل دیگه دارن، این همه صحرای بزرگ دارن که توش باید برن دنبال سوسماراشونو بخورن، بیان ما رو بازسازی کنن. ما خودمون همه رو با همین شرایط، با همین آخوندا، با همین بخش ارتجایی بسیار تنره، مثلا اون بخش خوش مذهبی رو دارم میگم، با این بخش ارتجایی ما همین الانش هم سریم از این کشورها، اونا بیان ما رو بازسازی کنن. ما خودمون همه رو داریم بازسازی میکنیم، ما خودمون لبنان رو بازسازی کردیم، اونا بیان ما رو بازسازی کنن. ما سر تا پای عربستان سعودی و این کشورهای گوگلی مگولی خلیج فارس رو همه رو میتونیم بازسازی کنیم، مرده که وطن فروش تواب تمدنی. خب این از این بخشش بعد میگفتم. بخش بعدی میگه آقا جان من حرفم این نیست، شما به ما بگو که این رضا پهلوی آیا کار علمی هم کرده؟ این که آقا جمهوری اسلامی در خودت شد فقط تو ضدیت با جمهوری اسلامی که نمیتونی تعریف کنی، چون این تلویزیون میدونی که عربستان اینترنشناله، این داره میگه اگر الان اربابای ما بخوان به رضای تو پول بدن که فقط صرف مخالفت با جمهوری اسلامی که برای ما فایده نداره، شما راهکارهای دیگه هم دارید. حالا گوش کنید صحبت میکنید، پرسه سر این هستش که این جریان برای مثال کرد که حامی این شخص هست، آیا در مورد مسائلی که منتقدش هست یک تحقیق علمی به جامعه ایران ارائه کرده؟ پرسش خیلی ساده است. یعنی چه تحقیق علمی؟ اصلا ما بریم تحقیق کنیم که صدای ایران رو چجوری میشه درست؟ بله در مورد میگه یعنی چه تحقیق علمی؟ یعنی ما بریم تحقیق کنیم صدای ایران رو چجوری باید درست کنیم؟ آقای نیما راشدان اون میگه شما تحقیق علمی هم داشتید؟ نیما راشدان میگه تحقیق علمی یعنی چی؟ یعنی ما بریم تحقیق کنیم ببینیم صدای ایران چجوری باید درست کنیم؟ نه عزیزم، شما همین بشین فقط چنان پرن بگی در مورد زندگی این آخوندا و خالی بندی کنی در مورد سیاست‌های ایران در خارج و فلان و اینجا حرفا. شما فقط وظیفتون اینه که چرن بگی، تحقیق بابا کار شما نی، تحقیق کار آدمای بی سواده،
تحقیق مال کار آدمای شما ها، آدمای بزرگی هستید آقای راشنا، شما نباید تحقیق کنید، شما فقط باید همینجوری حرف مفت بزنید تو رسانه ها. خب ایشون میگه من تیم تحقیق قیافش دیدین چجوری شده بود اینجا داشته باشه، نه صدا شاید کم باشه ولی دوباره نگاه کنیم صدای ایران رو چجوری میشه. بله در مورد ایشون میگه من تیم تخصصی دارم، قیافش دیدین، یعنی ما چیکار کنیم؟ یعنی بریم تحقیق بکنیم؟ نه بیاین منو بگیرید. چی بگم واقعا؟ همونجا صحبت شد، همون داخل همون برنامه صحبت شد. مانع اول خوشسالی در ایران نظامی است که به عوض اینکه بره از کشورهای همسایه خودش از اسرائیل کمک فنی بگیره، موشک میفرسته این ور اون ور، اون وقت عقل کلشون هم میگه رو دیوار موشک بنویسید. خب اینم راهشونه، میگه اونجا ما راهکار دادیم، مشکل جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی در انداز بشه، چون راهکار این که کشور ما چجوری ساخته بشه دست اسرائیله، ولی ما داریم با اسرائیل دشمنی میکنیم. آقا چقدر شماها آخه هم وطن فروشید هم نفهم. میگه آقا گور پدر اصلا جمهوری اسلامی و اسرائیل و همه کس با هم. میگه شما راهکاری دارید، شما مقاله علمی نوشتید، باز میگه آره ما گفتیم جمهوری اسلامی باید بره، این مقاله علمیتون بود، خب خیلی زحمت کشیدید، من واقعا چی بگم به این جماعت. بعد میگه که ما هیچ راهی نداریم، ما راهمون اینه که جمهوری اسلامی سقوط کنه، بریم منت عمو نتانیاهو رو بکشیم که آقای نتانیاهو مهندساتو بفرست بیاد مثلا حوزه آبی ما مشکل آبی ما رو حل کنن. خب اینا اگه میتونستن حوزه آبی مشکل آبی حل کنن که یه کاری میکردن که اینقدر موشها نرن تو مخزن آب معدنی، حالا اینکه تو مخزن آپارتماناشون تو تل آویو میره اون هیچی، موشها میرن تو مخزن آب معدنی برخی از شرکت‌های آب معدنی و مردم حالشون بد شده. چی داری میگی تو؟ تازه راهکارتون این بود جمهوری اسلامی سقوط کنه برید منتکشی عربچیز منتکشی اسرائیل مهندساشو بفرسته، منتکشی عربستان سعودی پول بده کشورتونو بسازید؟ بابا شما با این راهکارا آدمو خفه میکنید، شما چه راهکارایی دارید؟ من فکر کردم راهکار درست حسابی دارید میخواید حکومت، اون زمانی که فکر میکنید باید برانداز بشه جمهوری اسلامی، من فکر کردم واقعا در جبهه براندازی ما راهکاری داریم، جمهوری اسلامی رو با همه بدیاش برداریم که شما بیاید ناقشن با خاک یکسان کنید دیگه، دمتون گرم. این ببینید عزیزان، این راهکار این جماعت، راهکاری ندارن، حرف مفزنن و خائنن، چشم خارج دارن. مشکل امروز کشور ما هم همینه. بخش امروز اگر ما در حوزه صنعت خودرو، در حوزه چیزی مثل همین پوشک که الان خیلی مطرح شده چون الان بر سر زبان ها هست میگم، اینها ما وابسته ایم به خاطر اینکه ادهی آقای نیما راشدان همچون شماها چشم به غرب دارن، حرف مفت دادن و اتفاقا در اون بخشی که چشم در داخل داشتن مثل سپاه پاسداران با هر ایدئولوژی که دارن بحث من نیست، منتها چشم به داخل داشتن، دیدید که به موشک هم رسیدن، موشکایی که اشک مهندسان اسرائیلی رو در آورد. دعوای ما ساختاریست با همه شماها، نه واقعا دعوای شماها همه لحاف ملاییست. ما میگیم دروغ بده، حالا چه جمهوری اسلامی داره به شما میگه چه شما به جمهوری اسلامی، ما میگیم اساس دروغ بده. دعوای ما به جمهوری اسلامی اساس بر اساس دروغ، این که دروغ میگن، میگیم آقا ایرانگرایی اگر نباشه شما وابسته به غرب باشید، شما وطن فروش باشید، اینا ایراده، حالا چه شما چه اونا، ولی شما هر دو دسته دمتون گرم. دعوای شما با جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی با شما همش سر لحاف ملاست دیگه، دعوای ملی نه، جنس ملی من نمی‌بینم که با افتخار میگه کشورهای عربی روی آقای رضا پهلوی چیز دارن، دین مثبتی دارن. خب کلاهاتونو بذارید بالاتر، حالا کلا که چی فکر کنم از اون عمامه ها بعد بذارید دیگه، مال عربا هست، از اونا بذارید رو سرتون یه خورده بکشیدش بالا، لذتشو ببرید. وطن فروشی هم بابا یه ذره دو ذره آخه دیگه همه چی رو رد کردن این جماعت. این بخشم می‌بندم، خواستم فقط ببینید که با چه نوع تفکری ما طرف هست. این نوع تفکر خطرناکه که آقای راشدان داره مطرح میکنه، این نوع تفکر تفکر ملی نیست، این تفکر تفکری نیستش که باهاش بتوان حالا کشور که چی، باهاش بتوان حتی خانواده خود را اداره کرد. من قول میدم که بیشتر اینام که تو زندگی های خصوصیشون بری، اینها زندگی های خصوصی موفقی هم نداشتن، چون نوع تفکری که دارن خطرناکه، این نوع تفکر ذلته، این نوع تفکر تسلیمه، این نوع تفکر وابستگیست. ما دعوامون اینه که آقا از تفکر وابستگی باید در میاییم، از گفتمان و دیسکورس تسلیم باید بکشیم بیرون، این دعوای ما با ایناست. ولی خب
میبینید دیگه، این جماعت هم دارید میبینید، اینقدر منو فوش بدن تا جونشون در بیاد. من کار فکری میکنم، برای من مهم نیست کی چه بچه حزب الله میخواد به من حمله کنه، چون جدیدن هم برخی این دوستان حزب الله میگن حواستون به امید دانا باشه، این داره نفوذ میکنه تو بین ما. بابا اینقدر تو خودتون باشی تا جونتون در بیاد، چی کارتون کنم؟ این برام این اپوزیسیون، حواستون باشه این مأمور جمهوری اسلامی، شما هم که خدا 40 سال زده تو سرتون، واقعا دیگه عقلتون رو گرفته، دارید میبینید دیسکورس حرفشو، دارید میبینید چی داره میگه، جنس سخنانش رو دارید میبینید، وابستگیه، میخواید میخواید کشور وابسته باشید. صحبت های آقای رضا پهلوی رو داری میبینی، میگه من برنامه اقتصادیم برای ایران اینه که زمانی که این جمهوری ننگین اسلامی رو ما برانداز کردیم، ما ایران رو بازاری مناسب برای کشورهای اروپایی بکنیم. شما واقعا اینو میخواید؟ خب خود زده خودتون سرتون زده دیگه. من دارم میام اینجا بر اساس رئالیست سیاسی، بر اساس رئالیست منطقه مسائل رو دارم بالا پایین میکنم. حالا دیگه اونی که فهمید دمش گرم، کوچیکشم. اونی هم که نفهمید دمش گرم، منتها دیگه کامنت برای ما نذاره وقت ما رو تلف کنه، بره تو صفحه خودش الان میگه مش ما دشمن داریم. اینا 24 ساعت علیه من تو فیسبوکاشون مینویسن، برنامه میسازن، حرف. بره تو صفحه خودتون، دمتون هم گرم، دم اونایی هم که منو فحش میدن دمش گرم، منتها تو صفحه خودتون فحش بدید. توی صفحه های مجازی من اصلا نظر ندید، به خاطر اینکه ما نه حوصله‌شو داریم، نه اعصاب، و نه به خصوص زمانشو داریم که با شما بخوایم کلکل کنیم. ممنون، دمتون گرم. دیگه این بخشو می‌بندم.